رویدادهای مهم امروز. طالبان از آغاز دوباره صدور پاسپورت خبر دادند. فرانسه در نشست گروه 20 طالبان باید هزینه بر رسمی شناخته شدن را بدانند. بدهی 62 میلیون دلاری افغانستان بابت صرفه برق از همسایگان. عامل اصلی سقوط پنجشیر به ایران گریخت. و در ادامه، امروز مارک زاکربرگ میلیاردها دلار را از دست داد. امریکا بدون هیچ پیش شرط آماده دیدار با کره شمالی هستیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. عالم گل حقانی رئیس پاسپورت طالبان اعلام کرده است که صدور پاسپورت پس از یک وقفه حدوداً 1.5 ماه دوباره آغاز شده است. عالم گل حقانی که از سوی اداره موقت طالبان به عنوان رئیس اداره پاسپورت معرفی شده است، امروز سه شنبه 13 میزان در یک نشست خبری در این ریاست گفت که پروسه صدور پاسپورت برای شهروندان دوباره آغاز شده است. آقای حقانی افزود که همکنون 25,000 جلد پاسپورت شهروندان چاپ شده و آماده توزیع است. همچنین گفته شده که به کارمندان زن ریاست پاسپورت نیز اطلاع داده شده که به وظایفشان بازگردند. پس از سقوط و روی کار آمدن طالبان، پروسه صدور پاسپورت و شناسنامه های الکترونیکی متوقف شد. روز گذشته اداره موقت طالبان در نخستین نشست کابینه خود به وزارت امور داخله به رهبری سراج الدین حقانی هدایت داده بود تا صدور پاسپورت و شناسنامه های الکترونیک را دوباره آغاز کند. فرانسه در نشست گروه 20 طالبان باید هزینه بر رسمیت شناخته شدن را بدانند. رئیس جمهور فرانسه میگوید که در نشست گروه 20 باید پیام واضح به طالبان ارسال گردد که آنها بدانند برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی باید چه هزینه‌هایی را پرداخت کنند. رویترز نوشته، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در صحبت با رادیو فرانسه در آستانه نشست فوق‌العاده گروه 20 برای افغانستان گفت که در این نشست باید پیام واضح به طالبان ارسال گردند تا بدانند این گروه برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی چه هزینه‌هایی را باید پرداخت کنند. آقای ماکرون افزود که این هزینه‌ها در واقع احترام به تساوی حقوق زنان، امکان دسترسی عملیات بشردوستانه خارجی در افغانستان و عدم همکاری با گروه‌های افراطی اسلامی میباشد. ماکرون افزود، معتقدم به رسمیت شناخته شدن از سوی بین الملل هزینه دارد و احترام به زنان افغان و تساوی حقوق زن و مرد باید یکی از شرایط باشد که دنیا باید بروی آن تاکید کند. رئیس جمهور فرانسه علاوه کرد، در نشست گروه 20 همه ما راجع به افغانستان صحبت میکنیم، قطعا باید این کار را بکنیم و این ما یعنی ما اروپا، امریکا، چین، روسیه، قدرت های بزرگ در افریقا، آسیا و حوزه اقیانوسیه و امریکای لاتین، ما باید پیام واضح برای طالبان داشته باشیم که ما برای به رسمیت شناخته شدن آنها شرایط داریم. لازم به ذکر است که نشست فوق‌العاده گروه 20 درباره افغانستان قرار است سه شنبه هفته آینده 12 اکتبر مطابق با 20 میزان با ریاست ایتالیا برگزار شود. گروه 20 متشکل از 20 کشور با قدرت اقتصادی برتر در دنیا است. بدهی 62 میلیون دلاری افغانستان بابت صرفه برق از همسایگان. مسئولان شرکت برشنا میگویند که بدهی‌های افغانستان به کشورهای همسایه از بهر صرفه برق به بیش از 62 میلیون دلار رسیده است. شرکت برشنا میگوید که افغانستان 62 میلیون دلار از کشورهای همسایه بدهکار است و این شرکت تلاش میکند تا راهکار را برای پرداخت این بدهی‌ها دریابد. مسئولان این شرکت میگوید که برای حل این چالش 90 میلیون دلار از یونما درخواست کردند. به گفته این مسئولان، اگر یونما حاضر به پرداخت این پول نشود، آنان ناگزیر هستند بر کسانی که پول صرفه برقشان را پرداخت نکردند و یا توانایی پرداخت آن را ندارند فشار وارد کنند تا پولهای صرفه برقشان را پرداخت کنند.
یک سند که به طلوع نیوز نیز رسیده است نشان می‌دهد که شرکت برشنا تا یک هفته پیش بیش از 51 میلیون دلار از 4 کشور همسایه شامل ایران، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان بدهکار هستند. عامل اصلی سقوط پنجشیر به ایران گریخت. قماندان گلایدر به ایران گریخت. بر اساس یافته های گزارشنامه افغانستان، قماندان گلایدر عامل اصلی واگذاری پنجشیر به شبکه حقانی به ایران گریخت. وی دیروز ساعت 3 بعد از ظهر به ایران گریخته است. نور احمد کوچیک او را تا ایران همراهی و کمک کرده بود با 20,000 دلار انعام به کابل برگشت. گلایدر یکی از برنامه ریزان سقوط پنجشیر از داخل بود که در تماس با ISI و شبکه حقانی پروژه را عملی کرد. وای با آن که در خانه دکتر عبدالله در یک گوشه ششته بود، در انظار عامه به شدت منفور شده و احساس ناامنی می کرد. وای خانوادهش را پیشا پیش به ایران فرستاده بود. امروز مارک زاکربرگ میلیاردها دلار را از دست داد. گزارشات فوربس نشان می‌دهد که زاکربرگ به دلیل خرابی فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ حدود 6.6 میلیارد دلار ضرر کرده است. قیمت سهام برای شرکت‌هایی که خدمات آنها به طور پایدار ادامه دارد نیز کاهش یافته است. مارک زاکربرگ به دلیل اختلالات جانی در کار شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ 6.6 میلیارد دلار ضرر کرد و با صدر ششم فهرست میلیاردرها سقوط کرد. فوربس در این باره می نویسد: طبق داده های بورس نیویورک، به دلیل نقص عملکرد سهام فیسبوک به شدت کاهش یافت. بلافاصله 5.8% علارغم عملکرد پایدار، سهام تویتر 6.7%، الفبای گوگل 3% و آمازون 2.8% کاهش یافت. با عنوان یادآوری، طبق داده های سرویس داون دکتور، خدمات یوتیوب، تکتاک، گوگل و وایبر به دلیل نقص در شبکه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ با مشکل و قطعی ارتباط مواجه شدند. امریکا بدون هیچ پیش شرط آماده دیدار با کره شمالی هستیم. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که دولت ایالات متحده آماده مذاکره با کره شمالی بدون هیچ گونه پیش شرط می باشد. نت پرای سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری گفت: ما در حال هماهنگی نزدیک با متحدان خود هستیم. ما همچنین آماده دیدار بدون پیش شرط با کره شمالی هستیم. این در حال است که روابط جدید بین کره شمالی و جنوبی برقرار شده و اولین خط تلفن بین دو کره برای اولین بار در 2 ماه گذشته فعال شد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.